سلام همگی، خوش اومدید به این قسمت پشن اپ ریاکشن. جای نرید، یه ترک خفن داریم امروز. سلام، روحام هستم. سلام، طبق معمول سهراب هستم. امیدوارم هر کی هستید حالتون خوب باشه. تو دیلیا عشقام، عزیزام، نفسام. قبل اینکه ویدیو رو ببینید، سابسکرایب، لایک و کامنت انگلیسی فراموش نشه. به صورت رندوم حتما سابسکرایب کنید رفقای گل عزیزای تو خونه. اما روحام امروز چی داری برای عشقای من؟ عشقا سلام. من گفتم عشقای من. نفسا، نفس یعنی چی؟ یعنی نفس. خب به زبون ما نفسا چه خبر، یعنی چه خبر. خب و اینکه بچه ها امروز پایان این ویدیو مراسم داریم. ختم؟ نه، مراسم کامنت خانی. آها، خب بریم. خب ریاکشنشو گرفتم. خب عرضم به حضورتون که امروز ترک HHU، ترک یعنی دوم گروه HHU، گروه HHU به نام ریزنه یا سیزنه؟ ریزن یعنی چی؟ دلیل. خب HHU تقریبا دومین ترکی که داره ریلیز میکنه. اولین ترکش سه هفته پیش فکر میکنم تقریبا بود که یه داستانی هم داره. این گروه HHU مرادیدن داره به یه زبان دیگه ای کار میکنه. یه بند تشکیل دادن و مستر دی 7 رپرشونه. مستر دی 7 کنیس و آهنگسازی و پرودیوس رو در دست داره اگه اشتباه نکنم. این ترک ادویسوریه. قبلش حتما هنس فری بذارید یا صداشو کم کنید که به شهر زیارتی نه 3 دقیقه و 36 ثانیه است. بریم که داشته باشیم. بریم که داشته باشیم. اگزکتلی. چون انگلیسیه من I'm in a band no bag and alcohol is cocaine and the petrol flow this kill you won't come to the bodies I'm touring boring all these lies on the track are appalling I call them stress cause I know they frauding or maybe I call them a gem or maybe I'm a dress fucking searching for a reason like I'm trying to find my meaning fighting with my demons it's always inside the reason came up out of broken home, streets overflow by the realest of bad boys. Yeah, they love to talk on my name lately, but I'm tired of hearing all that noise. Love Kate, now they call me a fat boy. Made the news, gotta chase that paper. Got my face posted in a tabloid. Neighbours looking like I swear that's that way. Came up in the trenches, weight on my chest like I'm doing a bench press. To live my life's expensive, wasting my life this year case pending. HHU to the world, I'm back. Next single you see, man trending. Next year you might catch me the bite. Left wrist, that's ice, my right is a panting. پاس کرده بودم که اینو بگم مثلا یادم رفت. تا اینجا لحاظ فلو و بیت و اینا به نظر من از ترک اول بهتر، یعنی از ترک اول بهتر رشد رو به جلوی داشتن. پس 100% هم دارن تا تیم مچتر بشه، کارا در بیاد، سلیقه عوام بگیرن. آره دیگه، بعد تازه مثلا این سبکی که کار نکردن، حالا تا جایی که میدونم تقریبا زیاد توش سبک کاری یکی کار نکردن مثلا. آره چند نفر اینجوری یا ببین همون اصلا انگلیسی، خب اصلا زبون دیگه، خب آواهاشون فرق داره با آواهای فارسی و فلو در آوردن و رایم اسکیم در آوردن تو اون زبون دیگه مسلماً سخت‌تر میشه مثلا. بعد هنوز عادت نکردن انگار با اون قضیه، ولی دارن لهجهشون هم زیاد باید حتما آدم مسلط باشه متوجه بشه. خیلی بریتیشه، من زیاد متوجه دقیق متوجه نمیشم. بعد لیریک بذارین براش دیگه. عشقا آره ستاره سنتور چیه زیر شنیدی؟ بابا همینه که مراد داشت میزد دیگه تو دموش اومد و داشت میزد. آره فکر کنم من سریع میشه زد تارو چون
time to waste. Hopped out of the switch. Stylish tissues, stylish taste. Got the penguins watching Cartier. She didn't like my frames. I wear shade just to hide this pain. Sin so much that I nearly lost it. So I'm praying for better days. When the key starts closing, I get away. No way, no way. How the fuck did they get so messy? I might fly past to link my mates. Keys on board, make a quick escape. Hey, no way, there's no pressure. I'll come a long way from a Vauxhall Vectra. Better watch what you say, I'm a lesser. Come on, town, everyone wants extra. اومد رو ایرانی شد قشنگ براب تلفیق قشنگی بیت انگار مثلا کلاسیک ایرانی شد الان مثلا سنتی طوره Part of the process, best part of my life was goalless. Didn't have no shine or focus, but I still made peace when I do roadless. One day it will change, I'm hoping. Can you smell this amorous potent? Fall off the thing, are you fucking joking? This wave I'm on, man, it's overflowing. Shine. من جاش جالب بود میخوام بگم. This whole part of the process, best part of my life was goalless. می بهترین اولش چی بود؟ Process. میگم دقیق متوجه نمیشم چون لهجهش بریتیش از این غلیظ به شدت بریتیش ها خیلی غلیظ بریتیشه یعنی اینجوریه ببین بریتیش نیست بریتیش اینجوریه این بهترین نمیدونم چی پروسس اینه که مثلا بهترین قسمت زندگیم گولس یعنی بدون هدف بود نمیدونم سوالیه یه چیز میگه هیچ درخشش رو هیچ تمرکزی نداشت بدون راه بود دنبال دلیل هم انگار دنبال معنی خودم این آخه میرا دیده آخه بریتیش نمیخونه نمیدم چرا انگار کلمات رو بریتیش میگونه کجا زندگی میکنه میراد میگه من نمیدونم کدوم راه میخوام برم تو چه زمینه ایه؟ رپ فارسی و انگلیسی رو میگه؟ نمیدونم بیتت اولی مستر دی سیون هم داره قشنگ شایعه بازی در میاره مثلا آره دیگه رو کرده ولی اینو پشت کرده این جانب مستر دی سیون چند وقت دیگه باید منتظر این اگه داشت با احترام شایعه و مستر دی سیون عزیز آره دقیقا شوخی میکنه مزاحی کوچولوی آی شما کی باشین با مستر دی 7 و شایعه مستر دی 7 یه حاشیه شوخی کنین آقا مستر دی 7 یک حاشیه‌ای که داشت این که حاشیه داشت حاشیه نه مثلا در جهت وقتی گفتن توی اچ اچ یو یک فردی از مستر دی 7 هم نقاب داره و اینا یه پروفایل صفری هم شروع کرد پروفایل صفر به شدت روش زوم شد که ببینن این چجوریه چیکار میکنه مستر دی 7 با چرا که اول رو لبه تیق قشنگ راه رفت یعنی یه سری ها به شدت قبول داشتن یه سری ها به شدت قبول نداشتن ولی توی این ترک دوم من خیلی درخشش احساس کردم همین با فلو با اینا حالا معنی و اینا رو که زیاد نفهمیدم ولی خب یعنی اصلا نفهمیدم ولی خب این شکلی منم معنی رو من... تقریبی مثلا چون میگم خورده... خیلی بریتیش بود البته لهجه قشنگ واقعا دارم میگم واقعا لهجه بریتیشو خیلی دوست دارم خب ولی زیاد متوجه نمیشم از وقتی حالا من بهت میگم یه 5 6 تا ترک دیگه نقابشو برمی‌داره همه میبینن که ایرانیه مثلا ویلیه ویلسون نه حاجی نه لاغرتره خیلی از ویلسون آخره حالا خیلی خب ولی خب همه منتظرن که ببیننش بریم این از ریاکشن این ترک مراد جدا شد قشنگ از بچه‌ها خب بس هیچ آره ولی من همین حس تو رو دارم
ولی نمیگم کی، ولی حس میکنم یه نفره که میشناسیم، همه میشناسن و... واسه همینطور آره. نقاب میزنه. من حس میکنم یه همچین داستانی باشه این قضیه، ولی جالب میشه. بچه نظرتون رو حتما بگید، حتما بگید چون فکر میکنید مستر دی سون کی میتونه باشه. خیلی خب، کامنت ها رو بخونیم یا نه؟ آره یه چند کامنت وای نات ریز بخونیم که حسابی وقتتون رو گرفتیم. مال خودته یا مال من؟ بگو. هلیا قلی‌زاده گفته که اونجایی که سهراب گفت یادمه تو دوران برده‌داری باحال بود، یه لحظه فکر کردم تو هم با جنتی تو رقابتی. آره گفتم یادمه تو دوران برده‌داری. نمیدونم آجی یادم نیست. هلیا قلی‌زاده راست واقعا گفتم یادمه، ببخشید. من چند تا فیلم و اینا دیدم و یه کتاب متا و اینا، یعنی تا اطلاعات چیزی داشتم ده یادم که اینجا نمیتونم 1900 1800 خورده ای. آره اون دوره ایسا به ما میگفت، ایسا که ایسا مسیح دیگه به ما میگفت چیه. من اونجا بودم. شراب و باید با آره خب شراب قرمز با گوشت قرمز، شراب سفید با گوشت سفید، اینا رو یاد کنید که حتما. خب این چیه؟ من اسمگاه What the fuck تبلیغه درست کردم برچام. خب یه چند تا نفری دو تا کامنت بخونم بریم. خب امیرعلی احمدی میگه ریاکشن زئوس پیشو رو هم برید، من خیلی در یوتیوب جستجو کردم از ریاکشن کارها نبود، امیدوارم شما ریاکت زئوس پیشو رو برید. چشم، وقت بشه یه خورده جا باز بشه برای این داستان. ریاکت نداره، ریاکت نداره ولی خاطره بازی میشه تو قالب خاطره بازی و یه سری نکات ازش گفت جا داد. خب این که چه شطورب میخوای بخون نمیدونم. خب وقتی میخون یاد اون یارو افتادم که گفت جون اومدم ترکیه بیشورا. آها آها چیزه، پیلوه آره اون جایی که میگه انمم چی دلیلم ولی باحال بود حالا استانی. آره ولی اینکه فانش گفته بودن آره ساده و آسون گفته اینو، 10 تا هم لایک گفت خورده، یعنی چی گفتم. و اینکه گفتن که برای موزیک بیشتر وقت بذارید تا کامنت خوندن. اگه با کامنت خوندن بچه‌ها موافق نیستید بگید توی یا هر نظری راجع یا هر نظری راجع به موضوع دارید بدید بهمون. درباره تایمش، درباره کجا اول یا آخر باشه یا وسط باشه. سجاد عرب گفت اینو گفته بود که آره به جای کامنت خوندن برای موزیک وقت بذارید، رو موزیک تمرکز کنید. بابا بعد یه مشت اینجوری هم دم شما گم. مرسی بچه‌ها، این نظرات و انتقادات و پیشنهادات خیلی میتونه کمک کنه. عالی بود، عالی بود. یه کامنت دیگه شما بخون که بریم. سام مقدم، آقا این همه ترک هست اومده نرفتید عقبی، چرا اصرار دارید روزی فقط یه ریاکشن میدید؟ بچه ها روزی چند تا ریاکشن بریم؟ چی میشه؟ بچه ها روزی چند تا ریاکشن بریم؟ توی کامنت بگید حتما برامون، حتما 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 بگید برامون. با روزی دو سه تا موافقین، دو تا موافقین یا نه؟ سام مقدم گفتم، سام مقدم. خب خیلی دوستتون داریم، امیدوارم که تا اینجا برنامه لذت برده باشید. ببخشید که وقتتون رو گرفتیم، جاتون تو قلب اون ساده صوت پیجمون پایینه. حتما یه سر به اینستاگراممون بزنید، حتما یه سر به یوتیوبمون بزنید اگه از هر کدومش دارید ما رو تماشا میکنید. لایک و کامنت فراموش نشه، سابسکرایب کنید، بعد از سابسکرایب حتما اینو لایک و کامنت کنید. آخرش رو ببینید. چی بگیم؟ میام همینو بخونیم ببین. اوکی سلام مور ریاکشن، سلام مور ریاکشن، ریاکشن رفتم برای چنل ها به غیر از دوتا چنل رو مملو کرده، اگه میشه پیگیری کنید شما هم ریاکشن برین بلاخ گنگ تا ابد، لایک کنید بره بالا. امیر اونایی که میپرسیدن قضیهش اینه که خود مور به همه بچه ها گفته شخصا که آقا ریاکشن نرین حالا هر چیزی، بعد اومده گفته حالا استوری ها رو دارم میگم ها، بعد گفته من به سلیقه مخاطبا احترام میذارم و ریاکشن اوکی ولی خب بعضیا برم، بعد فراش گفته آره میتونن برم آخر نفهمیدیم چی شد. حالا ما با حالا ما سعی میکنیم چش خودش صحبت بکنیم ببینیم که آخر چیکار میشه.
حالا چون درخواستم چند تا آره درخواست زیاد داشتیم خدایی تو کامنت ها پره. آره دمتون گرم، خیلی اشتیاقتون تو قلب ماست. تا درود دیگه، یا علی سابسکرایب کنید.